به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما دانشپذیران عزیز دوره آموزش آشنایی با تکنولوژی گوشت و شیلات از مجموعه فرادرس در خدمت شما هستم بنده مسعود حبیبی هستم دکترای علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی این دوره شامل 14 تا فصل هست که در خصوص گوشت و شیلات اطلاعاتی رو در زمینه درسی و غیر درسی میتونه در اختیار شما قرار بده امیدوارم که این دوره بتونه برای شما مفید باشه و اون را ادامه بدید. در ابتدا میپردازیم به درس یکم که گوشت و اهمیت اون هست. در ابتدا ما یک تعریفی رو باید از گوشت داشته باشیم تا متوجه بشیم گوشت چی هست و بعد در خصوص اهمیت و ساختمان و کیفیت اون به بحث و تبادل نظر بپردازیم. در واقع گوشت مجموعی از بافت‌های عضلانی هست که در کنار این بافت عضلانی ما بافت چربی، بافت پیوندی و بافت استخوانی هم داریم معمولا گوشت از لاشه حیوانات و دامهای گوشتی تهیه میشه و همینطور در کنار گوشت که همون ازارات گوشت هست دام یا لاشه هست با یک سری اندام خوراکی هم داریم مثل کبد، کلیه، قلب و زبان که اینها در کنار گوشت به عنوان ترکیبات یا زمائم گوشت محسوب میشه و معمولا مورد استفاده قرار میگیره گوشت مصرفی انسان از 300 نوع پستاندار تامین میشه که مهمترین اونها عبارتن از گاو، گوسفند، بز که معمولا از این حیوانات برای تهیه لاشه یا همون گوشت استفاده میشه. اگر بخوایم در مورد تاریخچه صنعت گوشت صحبت کنیم، اینطور باید بگیم که انسان اولیه برای اینکه گوشت به دست بیاره، از حدود پنج هزار سال پیش به شکار پرداخته معمولا حیوانات را شکار میکردند و با توجه به اینکه هنوز امکان نگهداری گوش رو نداشتند اونها را به صورت تازه مصرف می و روشی را رو برای نگهداری اون در اون مدت زمان نداشتند و معمولا به صورت تازه مصرف میشه. از حدود 500 سال پیش انسان آموخت که، به پرورش حیوانات پردازه یعنی اون حیواناتی که میخواد از گوشت اونا استفاده کنه رو خودش پرورش بده به صورت حیوانات اهلی و بعد اولین روشی رو که برای استفاده طولانی مدت اومد از اون استفاده کرد این بود که بیاد از روش خشک کردن گوشت استفاده کنه و نمکسود کردن یا خوش کردن گوشت که از روش های اولیهی بود که انسان آموخت تا بتونه گوشت رو برای مدت طولانی نگه داره باز از حدود 150 سال پیش که دامپروری به عنوان یک حرفه در اومد روش های مثل نمک سود کردن گوشت حیوانات روش هایی بود که انسان اولیه اونا اختراع کرد تا بتونه برای مدت زمان طولانی تری گوشت رو نگهداری کنه اما تاریخچه صنعت گوشت صنعت گوشت از حدود 100 سال پیش تقریبا آغاز شد زمانی که گوشت تازه حیوانات رو منجمد کرد انسان بعد از اون در آمریکا و اروپا در دوران بعد از جنگ جهانی دوم سوپرمارکت های بزرگی رو به وجود آورد که پس از اینکه در سال 1947 سلفون در بسته‌بندی گوشت کاربرد پیدا کرد تونستن که گوشت رو به صورت سوپرمارکتی و صنعتی قطعه بندی کنن و اونو عرضه کنند. ابداع کننده یه روش بسته‌بندی سلفون شخصی بود به اسم دیپونت در خصوص اهمیت گوشت اگه بخوایم صحبت کنیم اینطور باید بگیم که در واقع میزان انرژی مصرفی یکی از نگرانی های نظام بهداشت و سلامت در کشورهایی در حال توسعه است و لزوما فقر غذایی این نیست که ما به مقدار کافی غذا رو دریافت نکنیم اگر که بیش از حد هم غذا دریافت کنیم در واقع به عنوان یکی از سوء تغذیه ها محسوب میشه بنابراین خیلی مهم هست که ما انرژی که برای انسان و مردم تأمین میشه به صورت متناسب باشه نه اونقدر بیش از حد باشه که دچار سوء تغذیه بشن یا اونقدر کم باشه که دچار فقر غذایی بشن و اینها باید به صورت متعادل باشه معمولا پروتئین مصرفی که در جامعه استفاده میشه بیشتر از منابع گیاهی و غلات تأمین میشه اما پروتئین‌های های حیوانی معمولا پروتئین هایی هستند که به علت ترکیبات خاصی که دارن از جمله آهن باعث میشن که ما دچار کمبود آهن در جوامع نشیم همینطور اگر که شیر و لبنیات به اندازه کافی مصرف بشه کمبود ریبوفلاوین هم اتفاق نمیافته معمولا ما در جامعه 90 درصد کمبود دریافت کلسیوم رو داریم 70 درصد کمبود آهن رو داریم و 65 درصد کمبود ریبوفلاوین یا همون ویتامین B2 رو داریم که با اصلاح روش های تغذیه و استفاده از گوشت ما میتونیم کمبود آهن و ویتامین b دور رو جبران کنه. در خصوص توزیع گوشت، گوشت ها باید پس از اینکه بسته بنده شدن، توسط دامپزشک بازرسی و تایید بشن، هم لاشه گوشت و هم محصولاتی که بسته بنده میشن و بعد به بازار عرضه بشه. در این خصوص سیاست های نگهداری، توزیع و بازار اهمیت داره که به چه نحوی سیاست گذاری شده باشه تا کشتارگاه های صنعتی وجود داشته باشن، سیستم های مدرن بسته بندی وجود داشته باشه. تا مصرف کننده بتونه در یک شرایط سالم و بهداشتی اون گوشت مورد نیازش دریافت کنه معمولا پس از کشتار دام باید یک تونل سرد با دمای 15 درجه سانتیگراد بالای سفت وجود داشته باشه تا مرحله جمود نعشی طی بشه مرحله جمود نعشی مرحله ای هست که یک تا دو ساعت پس از کشتار دام لاشه شروع میکنه به سفت شدن و این سفت شدن معمولا تا 24 ساعت طول میکشه ما در این مدت باید لاشه دام رو در دمای 15 درجه سانتیگراد یعنی مرکز لاشه نباید به 15 درجه سانتیگراد کمتر بشه در غیر این صورت این سفتی دائمی میشه و گوشت بسیار لاستیکی و سفت میشه این یکی از اصولی هست که ما در تکنولوژی گوشت باید رعایت کنیم که بعدا در فصول بعد ما به طور کامل در مورد اون و علل اون صحبت خواهیم کرد بعد از اینکه دوران جمود نشی رو طی کرد در دمای 15 درجه این گوشت باید حالا مورد مصرف قرار بگیره یا ممکنه قطعه بندی بشه به صورت دمای یخچالی توضیح بشه یا ممکنه که در تونل های انجماد در من های 35 درجه منجمد بشه و به صورت منجمد در سطح بازار توضیح بشه و مصرف بشه. توضیح گوشت هم ممکنه به صورت تازه باشه و هم ممکنه به صورت منجمد باشه ما در بسته بندی گوشت به صورت تازه باید قطعه بندی رو انجام بدیم گاهی نیاز هست که ما فیله کنیم یعنی استخوان گیری رو انجام بدیم استخوان رو از گوشت جدا کنیم و بسته بندی کنیم همینطور معمولا قطعات گوشت رو به صورت جداگونه بسته بندی میکنن قطعاتی مثل ران سردست قلوگا و غیره رو اینها رو به صورت جداگونه بسته بندی میشه تا مشتری بتونه به راحتی اون قطعه ای که نیاز داره رو انتخاب کنه و مصرف کنه معمولا ظروف ها یک یا دو کیلوگرمی هستن که بسته بندی میشه دمای نگهداری گوشت های تازه در دمای یخچال هست یعنی یک تا دو درجه سانتیگراد هم باید در هنگام انتقال این دما رعایت بشه و هم در جاهایی که داره فروش انجام میشه حتما این دما رعایت بشه و دماهای بالاتر میتونه عمر نگهداری رو بیاره پایین قطعات گوشت که در داخل سلفون پیچیده شدن اینها رو معمولا داخل کارتون قرار میدن که به عنوان بسته‌بندی ثانویه محسوب میشه این کارتون های حاوی گوشت در تونل انجماد قرار میگیره که گفتیم دمای منهای 35 تا 40 درجه سانتیگراد دمای انجماد هست محتویات اون منجمد میشه و بعد هم در حالت انجماد انتقال پیدا میکنه و هم در حالت انجماد باید اینها به فروش برسه چون یکی از مشکلات بهداشتی این هست که ما گوشت رو از حالت انجمان خارج کنیم و بعد مرتب منجمدش کنیم هم کیفیت گوشت رو میاره پایین هم باعث میشه که سلول های گوشت آسیب ببینه و بعد آبچک یا اون خروج آب و خونابه از گوشت هر هنگامی که میخوام اون مصرف کنیم زیاد بشه و ترکیبات غذایی املاح ویتامین ها پروتئین های محلول اینها همه از داخل گوشت خارج میشه بنابراین ما گوشت رو پس از اینکه جمود نشی اون طی شد باید منجمد که کردیم در حالت انجماد باقی بمونه تا زمان مصرف و این هم در زمان توزیع مهمه هم در زمان نگهداری تا اون فرایند کیفیت محصول هم حفظ بشه ما انواع گوشت رو اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم انواع گوشت شامل گوشت قرمز هست که گوشت قرمز معمولا گوشت گوساله گوشت گوسفند گوشت بز اینها جزو گوشت قرمز محسوب میشه یک دسته بندی داریم گوشت سفید که معمولا گوشت ماکیان هست یا گوشت مرغ هست که به عنوان گوشت سفید هست قسمتی داریم به عنوان گوشت ماهی یا فرورده های دریایی که شامل فرورده های دریایی از جمله ماهی، میگو، خاویار و غیره میشه و یه گوشتی هم داریم به عنوان گوشت شکار مثلا گوز اینها گوشت شکار هست که حالا در کشور ما کمتر است ولی خب در بعضی از کشورها مثلا گوشت است یا گوشت سایر حیوانات مثل آهو اینها رو بسته بندی میکنن و عرضه میکنن همونطور که گفتیم ما در کنار گوشت که در واقع ازولات لاشه هست یک سری زمائم گوشت هم داریم یعنی زمائم گوشت هم جزو فراورده های جانبی گوشت محسوب میشه که اینها معمولا استحصال میشه بسته بندی میشه و عرضه میشه از جمله زبان، قلب، کلیه، مغز، جگر و اون سیراب یا شیردونش و اینها رو به عنوان زمائم یا آلایش های خوراکی معمولا بسته بندی میشه و اینها هم ارزه میشه. در خصوص ارزش غذایی گوشت باید بگیم که به علت این که گوشت یک سری ویژگی هایی رو داره در زمره بهترین و کاملترین مواد غذایی محسوب میشه. یکی از اهمیت هایی که گوشت داره در مورد کمیت و کیفیت بالای پروتئین اون هست نوع پروتئینی که در گوش وجود داره در کمتر غذایی وجود داره و این منحصر به فرد هست ما با مصرف گوشت هست که میتونیم یک سری اسید آمینه های ضروری و پروتئین با کیفیت رو در بدنمون دریافت کنیم و این باعث میشه که اهمیت گوشت رو ما متوجه بشیم همینطور در کنار پروتئین یک سری مواد معدنی ارزشمند مثل آهن و روی در گوشت به مقدار زیاد وجود داره که مورد نیاز بدن هست همینطور ویتامین هایی هست که در گوشت وجود داره به خصوص ویتامین های گروه B به این هم برای تولید انرژی در بدن بسیار مورد نیازه و چربی گوشت هم یک سری اسیدهای چرب ضروری رو داره از جمله اسید لینولئیک اسید لینولنیک و اسید آراشیدونیک اینها در واقع ترکیبات بسیار حیاتی و مهمی هستند که ما برای تغذیه بدن انسان به اونها نیاز داره. پس این نشون میده که ارزش غذای گوشت بسیار بالا، اهمیت مصرف اون بالا هست و باید کشورها و جوامع به اون توجه کنند که در برنامه غذایی گنجانده بشه، امکاناتی رو فراهم کنند که بتونن همه مردم از اون حد مصرف گوشت غافل نباشن، بتونن مصرف کنن و از ویژگیهای خاصی که این ترکیب غذایی داره بتونن استفاده کنن. یک ترکیبی در گوشت وجود داره به اسم گلیکوژن از نظر تغذیه ای خیلی گلیکوژن حائز اهمیت نیست یعنی ما یک ترکیب مغذی محسوبش نمی کنیم ولی اهمیتی که گلیکوژن داره در فرایند کشتار دام هست ذخیره گلیکوژن باید در بدن دام یا در بدن لاشه باید بالا باشه که پس از اینکه دام کشتار شد این فرایند گلیکولیز پس از مرگ اتفاق میفته یعنی این گلیکوژن تجزیه میشه و بر اثر تجزیه گلیکوژن پهاش گوشت میاد پایین پهاش گوشت که میاد پایین در واقع ضمن اینکه اثر حفاظتی داره یعنی با کاهش پهاش ما یه مقدار از نظر بار میکروبی و رشد میکروب ها ما حفاظت میکنه گوشت همین کاهش پهاش باعث میشه که اون حالت جمود نشی یا صفر شدن لاشه از بین بره آنزیم ها فعال بشه و گوشت حالت ترد و نرم بگیره و طعم و مزه گوشت هم بهتر بشه و بهبود پیدا کنه پس گلیکوژن از نظر ارزش غذایی برای ما اهمیتی نداره ولی از نظر کیفیت گوش بسیار حائز اهمیته به همین جهت حالا ما در دروس بعدی توضیح میدیم که باید دام شرایط خاصی رو براش فراهم کنیم که این ذخیره گلیکوژن بره بالا پس از کشتار این گلیکوژن تجزیه بشه و اون محیط اسیدی رو به وجود بیاره که اون سفت یا لاشه رو از بین ببره وگرنه ما تردی گوشت طعم مزه‌ای مناسب رو نخواهیم داشت اگر بخوام یک مقایسه ای داشته باشیم گوشت رو با پروتئین های گیاهی باید بگیم که اولا از نظر میزان پروتئین گوشت بالاتر از پروتئین های گیاهی هست از نظر میزان دوم که از نظر کیفیت پروتئین پروتئین های گوشت کیفیت بالاتری دارن چرا که اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز بدن رو تامین میکنن گفتیم که املاح و ویتامین ضروری بدن رو تامین میکنه بنابراین به طور کامل نمیتونیم گوشت رو از غذای خودمون حذف کنیم و معمولا کسایی که گیاهخوار هستند و گوشت را حذف میکنند اینها مجبور هستند که از مکمل های دارویی استفاده کنند یعنی املاح معدنی ویتامین ها رو یا بعضی مواقع اسیدهای چرب ضروری رو اینها رو از مکمل دریافت کنند و اینها رو از منابع گیاهی ما به آنچنان نمیتونیم دریافت کنیم و این نشون میده که گوشت اهمیت زیادی داره در تغذیه انسان همینطور چربی و اسیدهای چرب ضروری هم در گوشت حیوانات وجود داره در خصوص گوشت یکی از منابع سرشار ویتامین های B هست یعنی یکی از منابع خوب ویتامین B محسوب میشه البته مقداری از این ویتامین ها در اثر حرارت از بین میره موقع فراوری مواد معدنی که در گوشت وجود داره آهن اون بسیار مهمه روی بسیار مهمه سدیم کلور منیزیم این عناصر بسیار حیاتی و مهمی هستند که در گوشت وجود داره و معمولا اون چیزی که معروف است اینه که گوشت برای خونسازی یا تامین آهن در بدن مهم هست و ضروری هست و این اهمیت گوشت رو اینجا باز ما متوجه میش. یکی از عناصر مهمی که در گوشت وجود داره آهن هست. کمخونی ناشی از کمبود آهن در جامعه ما شایع هست. در بعضی از سنین و شرایط هم این میزان کمبود بیشتر هست به خصوص در زنان، در هنگام بارداری، عادت ماهیانه و کودکان اینها خطر کمبود آهن رو دارن که با مصرف گوشت و آلایش های گوشتی میتونن تا حدودی این کمبود آهن رو جبران کنن و نیازی به استفاده از مکمل دارویی نباشه البته این نکته هم وجود داره که آهن به اندازه کافی در بدن ذخیره نمیشه و ما باید اون رو به صورت روزانه دریافت کنیم و همین جهت هست که کسایی که کمبود آهن شدید دارن قرص آهن به اونا تجویز میشه و روزانه باید یک قرص رو مصرف کنن چون امکان ذخیره سازی آنچنان در بدن رو نداره آهن و ما بهتره اینکه از منابع طبیعی و گوشت این میزان آهن رو دریافت کنیم عنصر دیگه ای که در گوشت اهمیت داره روی هست کمبود روی در واقع باعث اختلال در رشد قدی و قوای جنسی میشه باعث اختلال در رشد جنین میشه در مادران باردار باعث سقط جنین میشه همینجور باعث کم اشتهایی میشه در کودکان به خصوص و این روی در گوشت وجود داره و خوشبختانه قابلت جذب بالایی این عنصر داره و اگر که ما گوشت را مصرف کنیم روی بدن ما به طور کامل تامین میشه و اینجا باز ما در خصوص ارزش غذایی بالای گوشت برای تأمین روی متوجه میشیم که باید گوشت رو به اندازه کافی مصرف کنیم تا بتونه اون نیاز بدن ما رو به این عناصر مهم و حیاتی تأمین کنه. مبحثی رو داریم در خصوص مصرف سرانه گوشت. مصرف سرانه گوشت معمولا تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله درآمد سرانه مسلما چون گوشت یک ترکیب گران قیمت محسوب میشه کسانی که درآمد پایین داشته باشن معمولا میزان مصرفشون رو میاد پایین تر و گاهی متاسفانه افرادی پیدا میشه در جامعه که مدت مدید و طولانی دسترسی ندارن که گوش رو مصرف کنن و این باید از نظر اجتماعی از نظر اقتصادی دولت ها به این فکر باشن که به صورت حمایتی این گوش رو به دست مصرف کننده برسونن واقعا کمبود مواد مغذی تغذیه ناسهی پیامد اون بیماری های مختلفه پیامد اون هزینه کردن در درمان هست بنابراین بهتره که ما پیشگیری کنیم تا درمان رو انجام بدیم پس درآمد مهمه در اینکه ما چقدر مصرف کنیم عادت غذا خوردن ملل مهمه بعضی ملت ها گوشت مصرفشون خیلی بالا مثلا آمریکا یا اروپا مرتب غذاهای گوشتی مصرف میکنن یا بعضی مثلا فرهنگ ها پیش اومده مثلا میگن ما گوشت نمیخوریم گیاهخوار هستیم اینها باز میتونه تاثیر بذاره تو مصرف گوشت بعضی مذاهب مثل هندوستان گوشت گاو ممنوعه و مقدس میدونن گاو رو و به هیچ عنوان گوشت گاو رو مصرف نمیکنن یا در کشورهای اسلامی گوشت خوک حرامه و رو مصرف نمیکنن یک در کشورهای شرق آسیا مثلا خیلی گوشت مصرف شاید نشه و بیشتر به موجودات دیگه روی آوردن یا گیاهخواری روی آوردن اینا همه تاثیر داره در مصرف سرانه گوشت در آمریکا حدوداً 45 کیلوگرم مصرف سرانه است یعنی در یک سال 45 کیلوگرم یک فرد گوشت را مصرف میکنه بالاترین میزان مصرف گوشت هست در جهان کشورهای اروپایی مثل انگلیس، فرانسه، ایتالیا اینها مصرف گوشتشون پایین حدود 30 کیلوگرم هست در چین مصرف گوشت بسیار پایینه 4 کیلوگرم و در ایران مصرف گوشت قرمز طبق برآوردی که وجود داشته حدود 13 تا 14 کیلوگرمه یعنی تقریبا یک مقدار پایینی از حالا نسبت به کشورهای اروپایی و ما باید اونو طور مناسب مصرف کنیم. یک موضوعی هست در خصوص محاسبه گوشت مورد نیاز روزانه ما بر اساس فرمول که داریم میتونیم محاسبه کنیم که یک انسان در روز چه مقدار گوشت باید مصرف کن اگر که ما این فرمول رو دقت کنیم مقدار پروتئین مورد نیاز روزانه یک فرد بالغ یک گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنشه یعنی یک گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باید پروتئین مصرف کنیم فرض کنیم اگر این فرد بالغ 60 کیلوگرم باشه میزان مصرف روزانه میشه 60 گرم پروتئین دقت کنیم اونجا گوش رو نگفتیم گفتیم پروتئین یعنی در روز باید 60 گرم پروتئین رو مصرف کنه بر اساس توصیه متخصصان تغذیه یک سوم این 60 گرم میزان نیاز روزانه باید از پروتئین های حیوانی تعمین بشه یعنی یک سوم 60 میشه 20 گرم 20 گرم پروتئین ما باید به صورت پروتئین های حیوانی رو مصرف کنیم باز همینطور بر اساس توصیه هایی که وجود داره و حالا ممکنه بعضی مذرات گوشت قرمز رو بگن که باعث بعضی بیماری ها میشه گفتن که نصف میزان پروتئین روزانه‌تون شما از گوشت قرمز تامین کنید بنابراین باز 20 گرم ما یک دوم ضرب میکنیم میشه 10 گرم پس 10 گرم در روز گوشت قرمز حالا گوشت چند درصد پروتئین داره گوشت قرمز 18 درصد پروتئین داره یعنی کل این گوشتی که ما مصرف میکنیم از نظر پروتئین 18 درصد پس هر چقدر که ما گوشت مصرف کنیم 100 درصد پروتئین به بدن ما نمیرسه پس 18 درصدشه پس می محاسبه میکنیم میگیم که اگر تو 100 گرم گوشت ما 18 گرم پروتئین باشه حالا توی 10 گرم اگه بخوایم در روزانه پروتئین از منابع گوشت قرمز دریافت کنیم چند گرم گوشت میشه میشه 55 و نیم گرم گوشت یعنی یک فرد بالغ در روز 55 و نیم گرم گوشت باید مصرف کنه حالا ببین وزنش 60 کیلوه یه نفر وزنش بالاتره ممکنه بشه 70 گرم یه نفر وزنش پایینتره مثلا میگیم 40 گرم ولی میانگین 55 و نیم 50. گرم شما باید در روز گوشت قرمز رو مصرف کنید و اون میزان متناسب هست و میزانی که کارشناسا توصیه میکنن طبق اصول تغذیه هست که هم دچار بیماری های خاص اون نشیم و همین که اون مواد مغذی و اون ارزش تغذیه ای رو که گوشت به ما میده رو ما برسونه آهن رو بده روی رو بده ویتامین های ب و بقیه عناصر پروتئین های ضروری اسید چرب ضروری اینها رو به بدن ما برسونه ما یک بحثی رو داریم به عنوان قطعات لاشه اینجا شما قطعات لاشه رو ملاحظه می کنید این یک گوساله یا یک گاب هست که معمولاً به عنوان یک دام صنعتی و تجاری محسوب میشه در مبادلات جهانی معمولاً گوشت گوساله یا گوشت گاب هست که عرضه میشه ما در قطعه بندی این موارد رو باید رعایت کنیم زمانی که میخوایم قطعه بندی رو انجام بدیم متناسب با قطعات لاشه باید قطعه بندی اون انجام بشه و نامگذاری بشه و عرضه بشه از جمله قطعات گردن هست که گوشت گردن قسمت دنده که ملاحظه میکنید اینها در پشت و شکم دام قرار میگیره گوشت کمر هست گوشت فیله یه گوشت لخمی هست که بدون استخانه در این قسمت قرار میگیره گوشت راسته که باز این قسمت هست اینها هم گوشت راسته هست و گوشت سرین گوشت ران در این قسمت، گوشت قلبگاه در زیر شکم دام پس میشه قلبگاه، گوشت سینه گوشت سرسینه و گوشت سردست این همه قسمت ها موقعی که میخواد بسته بندی بشه اینها متناسب با این قطعاتی که برای اون تعریف شده بسته بندی میشه و معمولا هم بر اساس این قطعات از نظر میزان پروتئین میزان چربی ویژگی های گوشت حال ترک بودن سفتر بودن اینها کاربردش هم معمولا متفاوت میشه حالا ممکنه به عنوان گوشت استیک استفاده بشه گوشت چرخ کرده استفاده بشه یا اینکه بره در فرآورده های سوسیس و کالباس استفاده بشه خب یک قسمت گفتیم گوشت فیله اون قسمتی که مقدارش هم خیلی کمه گوشت فیله هست میبینید که یه گوشتی هست که در واقع گوشت لذیذی هست حدود یک درصد وزن لاشه فقط تشکیل میده و هنگام استخوانگیری از استخوان های کمر این فیله رو میان جدا میکنن یه گوشت یک تیکه و خالص هست معمولا فیله به قسمت سر میانی و انتهایی تقسیم میشه که معمولا فیله یه استیک رو از قسمت سر تهیه میکنن پس اون گوشت استیک میبینید که لازمش اینه که از این قسمت تهیه بشه شاید دلیل گرون بودن استیک شما اینجا دیگه متوجه میشین که این گوشتی که فقط یک درصد در وزن لاشه رو تشکیل میده و فقط هم قسمت سرش برای استیک مناسب تر هست پس اون استیک مناسب که اگه کسی بخواد تهیه کنه از این قسمت لاشه میتونه اون گوشت مناسب رو تهیه کنه دومین قسمت راسته هست راسته حدود ده درصد از وزن لاشه رو تشکیل میده و معمولا حالا در کشور ما برای کباب قسمت مناسبیه برای تهیه رست بیف گوشت مناسبی هست گوشت راسته و این هم بعد از فیله گوشت خیلی مرغوبی هست قسمت بعدی گوشت ران هست گوشت ران معمولا 30 درصد از وزن لاشه را تشکیل میده از ماهیچه های پا و لگن تشکیل شده این قسمت ماهیچه پا هست و ماهیچه لگن و قسمت های تقسیم بندی اون به گرد ران و کعب ران تقسیم بندی میشه گوشت ران هم معمولا برای حالا گوشت خورشتی ممکنه استفاده بشه یا گوشت چرخ کرده استفاده بشه و بیشتر کاربرد گوشت خورشتی داره که از اون میتونن گوشت خالصش رو جدا کنن قسمت هایی که چربی داره رو برای گوشت چرخ کرده استفاده کنم. قسمت بعدی از قطعات لاشه سردست هست. سردست حدود 27 درصد از وزن لاشه را تشکیل میده. شامل مایچه های دست و شانه هست و معمولا قطعات سردست رو به صورت قطعات کوچکتر میان تقسیم بندی میکنن. این قسمت هم برای گوشت خورشتی معمولا استفاده میشه. حالا اون قسمت هایی که چرب هست رو میذارن برای گوشت چرخ کرده و بقیه قسمتش رو برای گوشت خورشتی استفاده میشه و در فراورده های گوشتی هم مورد استفاده داره در صنعت. قسمت بعدی گوشت گردن هست. گوشت گردن حدود 10 درصد از وزن لاشه را تشکیل میده. شامل مایچه هایی هست که از مهره های گردن از شماره 1 تا هفت قرار گرفته. حالا ضمن این که مصرف خوراک داره به عنوان خوراک گردن استفاده میشه. در مصارف صنعتی مثل سوسیس، کالباس و همبرگر هم معمولا این گوشت گردن رو جدا میکنن و مورد استفاده قرار میدن در تهیه گوشت چرخ کرده یا گوشت خورشتی هم گوشت گردن استفاده میشه قطعه بعدی گوشت قلوگاه گوشت قلوگاه شامل دنده ها و مایچه های شکم هست معمولا حدود 22 درصد از وزن لاشه را تشکیل میده میزان چربی اون نسبت به بقیه بالاست و در واقع گوشت چرب محسوب میشه معمولا هم در مصارف صنعتی مثل فراورده های گوشتی سوسیس و کالباس کاربرد داره گوشت گا و در مصارف خانگی ممکنه به عنوان گوشت چرخ کردن یا حتی در مصارف صنعتی هم معمولا با گوشت گوساله که چربی کمتری داره مخلوط میشه و به عنوان گوشت مخلوط گوسفند و گوساله این عرضه میشه اینجا باز ما یک نمایی داریم از قطعات لاشه تو این شکل تقسیم بندی که انجام شده ما قسمتی داریم به اسم ماهیچه های حمایتی یا ساپورت که میبینید قسمت هایی که در کمر و پشت یا در شکم قرار میگیره اینا ماهیچه های ساپورت ماسی هستن یا ماهیچه های حمایتی و یک قسمت ماهیچه هایی داریم به اسم لوکوموتیو ماسلز یعنی ماهیچه های حرکتی مثل ران، سرران، سردست اینا ماهیچه های حرکتی هستن معمولا ماهیچه های حرکتی گوشت سفتری دارن بافتشون سفتره ولی مایش های حمایتی اینها بافت نرمتری دارند و تورتر هستند در این گوشه شکل شما ملاحظه میکنید شکل ساختمان گوشت را معمولا یک استخوان یا بون وجود داره ماهیچه یا ماسکل به وسیله تندون یا تاندون وصل میشه به استخوان از نظر ساختمان گوشت شما ملاحظه میکنید اینها فیبرهای ازولانی هستند که به صورت دسته قرار میگیرند و بافت پیوندی این دسته ها رو در کنار هم قرار میده و این مقطع ارزی هست از ماهیچه که حالا اینا ما در قسمت ساختمان به طور کامل توضیح میدیم که ساختمان گوشت به چه صورت هست چه ساختمانی داره چه ویژگی داره و همین ویژگی ها باعث میشه ما بتونیم تکنولوژی گوشت رو بر اساس اون طراحی کنیم و متناسب با اون رفتار کنیم که بتونیم های گوشتی با کیفیتی رو از اون تهیه کنیم در خصوص تردی قطعات لاشه که شما قطعات رو در بالا میبینید ما میتونیم به سه قسمت تردی رو تقسیم بندی کنیم قسمت هایی که قرمز رنگ هست تردی بیشتری رو داره یعنی قسمت هایی که مایچه های حمایتی قرار میگیره تردی بیشتری رو داره تردی متوسط رو این قسمت های انتهایی داره و اون قسمت های حرکتی که گفتیم ران هست سردست هست این قسمت ها معمولا تردی خاکستری رنگ هست تردی کمتری رو داره و قسمت های مختلف لاشه تردی و اون قسمت نرم بودنش اینها با هم متفاوت بر اساس قطعات لاشه معمولا کاربرد های متناسب با اون باید انتخاب بشه یعنی مثلا ما اگر میخوایم قطعه بندی رو انجام بدیم مسلما اون قطعاتی که کیفیت بالاتری دارن رو برای قطعه بندی میذاریم کنار چون گوشت قرار عرضه بشه برای مشتری و فروش بره معمولا ما قیمت بالاتری فروش میره قطعاتی که حالا از نظر تردی پایین تر هستن از نظر کیفیت چرب هستن و قابلیت ارزه رو ندارن اینها معمولا میره برای سمت گوشت چرخ کرده و بعد از اون اگه ما بخوایم از تکنولوژی استفاده کنیم در فرآورده های سوسیس و کالباس اون قطعات با درجات پایینتر قطعاتی که در هستن معمولا میره در سمت سوسیس و کالباس چرا اسمش روشه فرآورده فراوری میکنیم یعنی ما به وسیله کیورینگ یا عمل آوری میایم ترکیباتی رو اضافه میکنیم هم تمدار داریم میکنیم هم نرمش میکنیم و این قطعاتی که حالت تازه خوری ما نمیتونیم تو بازار عرضه کنیم و با فراوری با تکنولوژی میایم اونها رو نرم میکنیم مناسبش میکنیم تا بتونیم تبدیلش کنیم به فراورده گوشتی حالا این در واقع اون از نظر تجاری سازی صنعتی سازی به این صورت هست که ما معمولا این روش رو در صنعت استفاده میکنیم ولی خب حالا ممکنه بعضی از کارخانجات باشن قطعات با کیفیت بالا رم بیارن داخل سوسیس و کالباس و قیمتشون رو ببرن بالاتر و مشتریش هم دارن خب اون هیچ ایرادی نداره و خیلی هم خوب هست پس ما متناسب با بازارمون و اون علم و تکنولوژی که داریم میایم از قطعات لاشه به طور مناسب در صنعت استفاده میکنه خب امیدوارم که درس اول از دوره آموزش آشنایی با تکنولوژی گوشت و شیلات مورد توجهتون قرار گرفته باشه امیدوارم که بتونید استفاده کرده باشید از این درس ما در فصول بعدی که 13 فصل دیگه علاوه بر این هست به طور کامل مباحث دیگر رو دنبال می کنیم. فصل دوم در خصوص کشتارگاه هست و پس از اون ساختمان گوشت و در نهایت هم صنعت شیلات رو مورد بررسی قرار می از توجه شما سپاس گذارم و همه شما رو به خدای بزرگ می خدا نگهدار.